سلام بچه ها جون. های درست. امیدوارم خوب باشی. خب. برای پایه مینا دارم میگم. امروز به من گفته بودن که شما نخوندی. من میخونم. Lesson 6, My House. کتاب کار رو در بیاری. جلوتون باشه بچه ها جون. اینجا بخش اول به شما گفته cooking. اوکی. قبل از cooking داریم activity، فعالیت، place، مکان، جا، محل. اونم که معنا بلدی، kitchen، living room، bed. cooking میشه توی kitchen. washing، kitchen. watching TV، living room. reading، bedroom. sleeping، bedroom. studying، bedroom. گاهی اوقات شما میگید ما توی لیوینگ روم هم درس میخونیم، نمیدونم. حالا میایم پایین. از پایین همیشه به شما در بخش سوالی کردن، در بخش مرتب کردن، من از اینجا سوال میدم. دقت کنید. We live in a big house in a small town. town یعنی شهرستان. small town شهرستان. شهرهای کوچک. small. Our house has three bedrooms, a living room, a kitchen, and a bathroom. There is a small garden in our yard. We have a garage in the corner میمیسید گوشه, in the corner of the yard. My father fixes his car there. دخترای من شما تاون نوشتی، یه سیتی هم بنویسی. سیتی CITY میشه به شهرهای بزرگ بود. میریم صفحه بعد که میگفتید نگفتم. کلاس مینا توجه کنید. لغتهایی که توی درس نبود، توی پایان کتاب فوتو دکشنری نبود، دارید ستور بود، بنویسید انباری. بعد اینجا دیگه بقیه کلماتو داری. یکی first floor داری، یعنی طبقه. گاهی میگید ground floor. first اول میگه first floor. خب من روز توی کلاس آنلاین برای شما یه basement گفتم. basement رو اسپل میکنم، بنویسید BASEMENT basement. ment نکنید، basement میشه زیر زمین. دقت کردید؟ بعد floor FL OOR این میشه کف. مثلا شما دارید ceiling room، آره ceiling دارید، سقف دارید، یک کف هم دارید دیگه اتاقاتون. ceiling هم میگم spell میکنم بنویسید CELING میشه سقف. سیلینگ یک کلمه دیگه هم بنویسید، شاید توی کلاس گفته باشم. FENCE میشه فنس، میشه پرچین، حصار، دیوار. بعضی از خونه ها این کار رو انجام میده. یک کلمه دیگه میخوام بگم، حتما بنویسید بچه ها جون. ROOF روف. شما ماشین ها رو میگید سان روف. این روف فقط مال اونجا نیست. یه چیز هم بگم، سقف دهانتون هم شما میتونید روف بگید. حالا میایم بخش چهار رو حل میکنم. کلمه پرسشی برای پرسیدن محل، شما میگید WHERE. نوع خونه توی مناطق ییلاقی هست ویلا. آره. بعد سوال بعدی، در درس جغرافیا یاد گرفتید سه چهارم کره زمین را
که زمین رو در بر گرفته. Water, water, water. W A T E R. یک وسیله خنک کننده داری، فن. سوال آخر داری، نوعی وسیله نقلیه عمومیه، ون. می‌رسیم به بخش پنج. اینجا با کلمات که هم توی ادبیات فارسی هم توی انگلیسی میتونیم اینجا تکرار کنیم. رادیو، خود کتاب اولا داره یکی رو گراژ، ما میگیم گاراژ، اونا میگن گراژ. یکی هم نرس، ببینیم اینو در اون کلاس دیگه گفته بودن، نه ما تو بیمارستان میگیم پرستار، چرا مترونا ما میگیم نرس، هم میگیم نرس هست. حالا یک کلمه میگم، شما میتونید با من بنویسید. ما قبلن سر اینو گفته بودیم، سالار. ببینید بچه ها جون، من کلمات رو می نویسم، دقت کنید. ما میگیم بانک، اونا میگن بانک یا بانک. بانک میگیم، ویلا میگیم، میخونم. دقت کنیم، میخونم، حواستون باشه. بالکنی، بالکنی، بالکن، بالکنی. اینو با صدای ا میخونم بچه ها جون، ا، صدای ا. بالکنی، اینو با صدای ا میخونم. بازم داری، میگی کیک. ممکنه اینجا سی نباشه، بالا سی نداده، ولی چون بلدید من میتونم بگم. یا مثلا میگی ساندویچ. یا میگی با صدای ا میخونی، واکسن، 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 واکس. سنی که میزنید بچه ها جون. خیلی دیگه دارید، میتونید توست، کلاس، سوپ، کیک، کباب، اکسیژن، اکسیژن میتونید. حالا میایم بخش شش بچه ها جون، دیگه نمیستم وقت گرفته میشه. گروپ ممبرز، گروپ میزنیم. اکتیویتی، فعالیت. واچینگ تی وی. پلیس، لیوینگ روم. دوباره میگم، اگه واچینگ تی وی، لیوینگ روم. ایتینگ لانچ، ایتینگ لانچ. Kitchen, place, kitchen. Eating, having a meeting video. Playing football, the black one, you know, is my name. To be in Shomodori. Activity, battery, place. دارم می‌نویسم. اکتیویتی داری، واچینگ تی وی، لیوینگ روم، لیوینگ روم. ایدینگ، ایدینگ، لانچ، دینر، breakfast,
having baby. Okay, kitchen. Kitchen. Okay, playing. Playing. Ping pong. Football. Yard. Hi, yard. Me too, me baby. 1, 2, 3. Other me to me, baby. Studying, you're sleeping, sleeping. Bedroom, bedroom. Okay, bedroom. What about Jayla? First, in activity, activities of who? What places will joy care and joy? Yeah, that's lesson 7. Lesson 7 برای کلاس‌های مریم و مینا. دقت کنید شما در متن دو من همیشه از اینجا به شماها سوال میدم. خب الان متن دومو برای متن اولو میخونم. حسن امیدی works in an office. He is 47 years old. اونجا زیر 47 ساله رو خط کشیده. 47 years old. He lives in a house on Bahman Street. On Bahman Street. He is married and has 2 sons and 2 daughters. Married یعنی ازدواج کرده. 2 sons and 2 daughters. Their names are همی، هادی، هما and خدا. They are all students. Mr. Omidi's phone number is من اینجا به شما گفتم 344-530-02 and his email address is h. توی درس گفته بود هایفن، من نوار گذاشتم هایفن. امیدی میتونید تک تک بگید او ام تو درس همینجوره آی دی آی 60 at sign xymail.com. دقت کنید، ببینید اونو ما یه هایفن داریم، یه دش داریم، یا آنگرلاین داریم. آنگرلاین پایین تر میاد، هایفن و دشت اینجا تو دست براتون میگه هایفن و امیدی رو تک تک خونده. متاد در این نواری بوده، امیدی خونده، مشکلی نبود. در متن زیر حروفی که تا کنون خوندید چون همه تون بلدی دیگه من اینو نمیگم، کلماتی که میتونید پیدا کنید مشخص کنید، شما همه رو میتونید. I am Mansur Muhammadi. I am 12 years old. I am from Iran, but I live in Isfahan. I live in an apartment on Sorvard Street. I am a student in grade 7. In grade 7, یعنی در پایه هفتی. I go to Shahid Faquri School. There are 7 people in my family. My father is a taxi driver and my mother is a housewife. I have 2 sisters and 2 brothers. My telephone number is اینجا خطیره نزار ستای اول رو میگی 6 5 4 حالا میگی 3 2 5 7 and my email address is آدرس ایمیل رو اینجا این بالا منتها اونجا H داده هایفن داده هایفن اینجا هایفن هیچ تکراری نشده. اون چیزی که مهمه بچه هاجون در متن دو من مرتب کردم از اینجا سوال میدم دقت کنید. بعد میرسید به صفحه بعد که من در قبل از قبل از تعطیلات نوروز یه جلسه براتون اینو خونده بودم، دوباره میگم به خصوص اون بخش سه شما بخش تو یا
یاسمن یاریم. اوکی این خیلی مهمه. داری اپارتمنت 23 نو هم نامبر ها نو فور. من به شما گفتم اینجا رو دقت کنید، گفتم اول طلاق میدی بعد میاد، یعنی برخلاف فارسی از بزرگ از کشور و شهر و میای تا شماره پلاک میرسیم، این برعکس میگیم، از پلاک میای به کشور میرسیم. اینجا کشور نگفته. موقعی شما جا به جا میکنی، شما بیاید اول اگر آپارتمان دادن، حالا این آپارتمان شما بخواد اسم داشته باشه یا بخواد شماره داشته باشه، شما جای آپارتمان شماره تعویض کنید. اگه آپارتمان نبوده شما اون نوفو رو اول می آوردید. اینجا بنویسید سوال امتحانی Apartment 23 نوفو شهید اردکانی استریت یز ایران. اولا ما در خیابون یا اسم مدرسه شهید و شهید می دید، ترجمه نمی کنید. میاد پایین مهمه Student Conference. کانفرنس همون همایش، همون کنفرانس. دارید مدرسه شاد، شاد اینجا حبی نگیدا، شاد سکول، شاد سکول. دیت دارید 25 فروردین، بنویسید فروردین 25. البته توی کتاب شما با این متد اینجوری درست داره، ولی نه کتابی هست اول 25 رو گفته بعد فروردین. شما الگو از کتاب خودتون داشته باشید. تایم گفته 8:12 شما بنویسید. From 8 حتما بنویسید، من اینو هم براتون می‌نویسم. From 8 یعنی از 8. بعد میگید الا، اونجا دارید دیگه الا 12. اینو میتونید بگید تو. یه چیز دیگه هم میتونید بگید بچه ها جون، ببینید غیر از تو هم تو خوال دقیق کنید. بعد از اون آدرس به شما داده، آدرس خیابان مهر پلاک 19 تلفن. تلفن که پایی اینجا اول پلاک میگید، میگید نو خب نو یه نقطه بذاری 19. بعد داده خیابان مهر میگی مهر ستریت. وقتی خیابونی اسم داره باید طرف اول کپیتال لتر باشه، ستریت رو داره میگه. تلفن نمبر میلیسی اوکی، ستای اولو میخونی و ستاش مکس میکنی 3 1 2. حالا دوتا دوتا میگی ستا تک تک مکس و دوتا دوتا 7 8 4 4. خوندنی همیشه در سوال دقت کنید. ببینید من موبایل میدم یا تلفن میدم. بعد میایید بچه ها جون صفحه بعدی از کتاب کاره ها، بالا مشخصات خودتونه، اپلیکیشن های خودتون رو میدی، خب درخواست فرمی که داری اسم خودتون رو میمیسی دیگه. اینجا من نمیتونم اسم بگم، فقط اسم مدرسه رو میتونید یا سیسکول بمیسید، شماره تلفنش رو بمیسید. من این صفحه رو حل نمی کنم چون من اسم همه رو که نمیتونم بنویسم، مال خودتونه. نیم، تلفن نمبر، ادرس، باید مال خودشون بنویسه. میایم بخش پایین، اینجا بازم به شما میگه شما کلماتی رو بگید انترنشنال باشه، یعنی هم شما بگید هم اونا. ما اونجا بالکن رو گفتیم، اینجا کلمات دیگه میگم بچه ها جون. من میتونم سوال بدم مثلا 8 جای خونه رو نام ببرید، کیچن، بدروم. ببینیم برای پایه مینا دارم میگم ستور روم، یارد،
میتونید گاردن باغ دارید بعضیاتون بیسمنت دارید بچه‌هاتون من اینجا یه مترو براتون مثال زد یه موبایل خب من میتونم این مثالم بگم من میتونم اینو ببینید اینو با صدای عمیق خونم آره میخونم آلبوم آلبوم بله باشه آلبوم یعنی چی آلبوم درسته یا نه یا مثلا میتونید بگید سندل میتونید بگید دیگه خیلی چیزا گفتیم کانفرنس آفرین دیگه چی میتونیم بگیم همیشه تصویر شما به ذهنم میاد توی کلاس کلمات زیاد سوپ پولیس تاکسی هتل امبولانس میتونید بگید دیگه همه اینا رو میتونید بگید و یکی دیگه بگم برای شما ببخشید من میتونم بگم سالون ما میگیم اونا هم میگن دیگه الان این بین او و آب کنید بین او و آب یا لبتون رو جمع کنید صدای آدر بیارید خب درس هفت رو تمام کردیم میرسیم به درس هشت خب من بخش بالا رو فعلا نمی کنم چون لغت یاد داره میام بخش پایین رو براتون می کنم دبیر زبان یه جدولی تنظیم کرده و از شما خواسته شما نوشیدنی ها غذا این ها رو مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید دورش رو خط بکشید می خونم دارید فود دارید رایس اند کباب خب اینا جزء فودها هستن ها Bread and kebab, rice and kebab, bread and kebab. Rice and chicken. این برای نونو شما با اینا میخورید. Fish, chicken. یک کتاب من قدیمیه دیگه. ببینید یک کلمه رو من اسم میکنم اشتباه داشته اسپگیتی اسپگیتی بعد جی ایچ باید داشته باشه کتاب اون چاپ به اشتباه شده پس اینها شده فود غذا شده من اگه بگم غذا نام ببری دقت کنید بعد داری دیزرت دیزرت بالاش بنویسید دسر شما هر چی توی بعد از غذا نار میخورید بعد از شام این میشه دسر حالا میخواد یه شیرینی باشه میخواد یه میوه باشه فرقی نداره حالا دیزرت ما چیه؟ کیک و جلی بقیده من شما نات هم استفاده کنید N U T آجی که آقا پیش میاد دو تا پستر میخورید بعد دارید درینکس نوشیدنی هاتون water tea coffee oranges این ها رو دقت کنید دسر و نوشیدنی هاتون دقیق کردید بچه ها جون چقدر وقت دارم میتونم پس وقت دارم بچه ها بخش بالا باید فارسی مادر فارسی شو در متن انگلیسی پیدا کنیم من کامل همه رو نمی کنم زیر تخمار پنیر نون خط کشیده شده You need all kinds of foods to keep your body strong and healthy. دوباره You need all kinds of food to keep your body strong. Strong یعنی قوی میکنه آره and healthy و سالم. Doctors say you should eat grains. Grains یعنی غله غلات حالا هر کدوم غلات رو بگیم که از غله ها غلاتی که میخوریم خب like مانند bread دوباره دوباره
You need all kinds of foods to keep your body strong and healthy. Doctors say you should eat grains like bread. Even misalze, misal bread. Optimum as most of it. You should eat eggs, as eggs شما شد. Tomato, cheese, honey, and drink milk. You should also eat meat, goose, fish, and beans. Okay, میشه حبوبات. آره، دوباره بخونم beans. دوباره. You should also eat meat, fish, and beans. Doctors also say you need to eat plenty in you. زیاد، بفور زیاد of fruits, میوه and salad every day. But you should not eat too many foods with lots of fat or sugar. میدونی سه بار دارم میگم sugar, such as بومان مثال cake and ice cream. چیزی که چربی داره، شکر داره، مثل cake. مثل آیس کریم. You also need to drink enough water. enough میشه زیاد دیگه. می آب زیادم بنوشی. این صفحه شما زیر اون کلمات bread که تو فارسی خط کشیده شده، نان bread، egg، cheese، milk، milk شیرم خط می کشی، meat، fish، fruits، salad، cake، ice cream، water. هرچی فارسی داری شما زیر اونها رو خط بکشی. یک بار دیگه میگم برید و خودش خط کشی. eggs، cheese، milk، meat، fish، fruits، salad، cake، ice cream، water. خط میکشی. میاد صفحه بعد پایه هفت و میای ما. Iranians have دوباره میکنم Iranians have different eating habits. habits بالاش بنویسی عادت. Some people like honey, cream. honey means عسل، cream خامه، سرشیر، bread and milk for breakfast. Some others like bread, cheese, dates که تو که پایان کتاب خونده بودیم، خرما، and tea. Still, some others like cake and orange juice. دوباره. Still, some others like cake and orange juice. For lunch, یه مکس کنیم. For lunch, people sometimes have chicken, kebab, fish and rice. For dinner, they usually have an early light dinner. اینجا همه تون زیر light dinner می نویسید شام سبک. من اینو همیشه سوال می دم including شامله. حالا شام سبک چیه؟ including شامله soup، salad، yogurt. دو تا تلفظ تو به فرنگ لغت ها توجه کنید. وقتی ما یکی رو میگیم میگه نه اونجوریه، هر دو تا یاده yogurt and bread. این ها شام های سبک هست. در این صفحه شما حبیث عادت ببشتید بچه های جون. ایرانی ها عادت دارن، Iranians یعنی ایرانی ها دیگه. الان اینجا من یه eat میریستم. eat have هر دو تا خوردنه. اگه ایتس باشه من میگم شی ایتس.
She has. How did you drink? Drink. Have. Drinks. Has. Has. Have. Has. معنا میشه خوردن، آشامیدن، داشتن. برای همین این مترادف با براتون گفتم بچه ها جون. تا رسیدم به صفحه آخر درس 8، حالا خود کتاب رو باز کنیم، خود کتاب درسی رو، این کتاب کار دوره، کتاب درسی پایه 7. 7 بچه ها جون، من یه سوالم توی کلاس آنلاین رو داده بودم، توی تستا قسمت آخر نگاه کنیم. Sounds and letters. F V V W. اینو میگی لب رو جمع میکنی، میگی و. من خط آخر اینو میخونم، میگه he's working. It's و not و. خط آخر رو خوندم ها، ببینید چون دو سه جا شما باید غلط بخونید. It's و not و. من یکی دو تا مثال میزنم، ببینید. این صدای و میده، این صدای و، لب جمع شود. خب من میگم very. 7 دقت کردیم، یا conversation و میشا صدای و میده. حالا اینجا میگم we. wow. war. window. ببین همه W نه؟ یکی دیگه میگم woman. حالا یک کلمه یادتون رو دفعه پرسیده بودم از یک کلاس، یکم روز نت ما رو اذیت کرد نتونستم. من یک کلمه مثال میزنم اینجا W نباشه ولی صدای و بده. نگاه کنیم. one نمیدید که one، لبتون رو جمع می کنید. او اینجا صدای او داره، لب جمع شود، صدای چه باشه؟ بده جمع بشه صدای بده. این نه، این به آزاده. دقت کردید یا نه؟ خب ما سیدی گذاشته بودیم، شما جلسه پیش گذاشتم. الان میام صفحه 35. دقت کنید. speaking and writing. اینجا بالا شما میتونید چیزای براتون فعلای رو انتخاب کنید، مثلا what doing داری، watching TV، playing ping pong، studying English، eating lunch، eating breakfast. For example بازم میتونید شما نام ببرید یا بگید مثلا writing English. دقت کردید؟ sleeping in the bedroom. یا میتونید بگید playing in the garden، playing in the gym. gym نکنید، همینجوری گفتم یاد بگیرید. پایینش رو pair work دارید، conversation. اینجا سه چیز رو اضافه کنید، بگید talk to، talk about، talk on. talk to یعنی صحبت میکنید با یکی، talk about می‌نویسم براتون، شما صحبت میکنید درباره، بعد یکی میگید talk on، صحبت کردن با تلفن رو میگید talk on. بچه ها جون ببینید، یه talk دار، یه با میگم don't talk، یادتونه تو کلاس ها به شما میگفتم talk، صحبت کردن. بعد داری talk to،
صحبت کردن با talk about صحبت کردن درباره حالا میخواد انسان باشه یا غیر انسان فرقی نداره talk on صحبت کردن با تلفن صحبت کردن با تلفن اینو یاد بگیرید بچه ها جو این پایینش که باید اجرا کنید اصلا چیزی اینجا ما نمیتونیم براتون بگیم مثلا اینکه توی کلاس پس دست میشست مثلا میپرسیدیم و میگفتیم درست میگفتیم نه یه چیز دیگه کار دیگه باید انجام بگیره میرسیم صفحه بعدی Review 3 Lessons 5-6 Talking about appearance شما اینجا باید چک ایف دقت کنید میتونید هم از دست پنج اون appearance ظاهر هرچی یادتونه اینجا بخواید بگید You can say what you look like height and clothes height میدونید اینجا height میدید یا tall short appearance تونه دیگه این دو چیز رو تو کتابتون داشتیم مثلا الان نورید I am من پر می کنم I am I am tall I am tall ببینید بچه ها جون اتال نگفتم I am tall یا اینجوری بگید یا بگید I am a tall girl A tall girl یه دختر بلندی پایینش داری I am wearing یه چیز بگی مثلا A pink dress حالا ممکنه یکی یه چیز دیگه بخواد داره بوشه اشکال نداره پایین دارید بخش بی You can describe بریزی توصیف کردن Your friend's appearance age clothes and color حالا این فرند شما she or he فرقی نداره حالا ما میگیم اینجا she okay. She is هم کلاسی هاتون she هم دیگه She is اینجا رو دقت کنید میتونید ده بیارید کتاب شما معمولا ده چون دوستتو میشناسی ده بگو اگه یه بگی نمیشناسی مثلا یکی دیگه هست She is the میتونی بگی young girl She is the young girl پس appearance شما tall short young old دقت کنید She is the young girl حالا میگی She is wearing ING بهش داری wearing یه لباس دیگه ای بگی a green dress معمولا شما اینو میپوشی خب این بخش بالا پایین دارید naming parts of a house این الان به شما میگه چهار تا بگی من میگم هشت تا بگو هفت تا بگو بیشتر بگو یاد بگیری بعد شماره منو دارید از هر کلاس زن بزنید ببینید آیا تون گفتم یا کم گفتم به من یکی از بچه های کلاس زن بزنن از کلاس مینا و از کلاس مریم از هر کلاس یکی زن بزنن Naming parts of the house میتونید بگید kitchen میتونید بگید bedroom bathroom living room بازم میتونید بگید چی نام ببرم storeroom
متوجه یا نه یار هال میتونی بیسمنت من دیگه اونا رو نام نبردم talking about what you are doing check if you can say what people around you are doing now به شما داد علی اوکی علی is ببینی چی توصیفی میخواید بکنی راجب ظاهر راجب علی میتونی چیزی که انجام میده doing نگفتی appearance around you are doing now دوباره میکنم you can say what people around you دور بر شما are doing now فردی دور بر علی is studying Ali is studying, writing. میتونید بگید English. یا اینجوری بگم. این کلمه رو خیلی کم گفتم. ببینید. میتونم بگم Ali is doing یعنی انجام میده. Doing his homework. تکالیفشو داره انجام میده خوب گوش کنید من اگه کلمه homework میارم حتما باید doing بگم بعضا فکر میکنن ریاضی تکلیف تاریخ نیست همه تکلیف همه doing انجام دادن پس homework هیچ وقت با writing نگید دقت کردید همیشه doing بگید مهم important okay. یا داریم مریم اناهی مریم and Nahi اینجا دوتا are talking about their schools اونا راجع به مدارسشون دارن صحبت میکنن همدن اینجا از talking استفاده کردم چون تا باید به شما گفتم talk to, talk about, talk on یا میتونستید بگید مریم و ناهید are talking on the phone دارن دوتایی صحبت میکنن با تلفن پس من review 3 رو تموم کردم البته صفحه بعدی نه اونجا میگه you can spell and write the names of four famous people علی کریمی، ترانه علی دوستی، پرویز پرستویی هر کدوم میخواید بنویسید من نمیدونم مورد علاقاتون کدومه بعد پایین داریم L ما برای هر کدوم یک مثال مینویسیم شاید هم بیشتر برای L دقت کنید میتونید بنویسید L library اوکی یا میتونید حرف آخرش باشه wall دیوار wall میتونه noun باشه دیوار میتونه فعل باشه دیوار کردن میان دیوار میچینن بله بعد برای دی داریم دی بله بچه ها جون برای یه خیلی چیزا میتونید بگید دکتر، دنتیست اصلا دو داز چرا این همون باشه دی مثالهای دیگه ببینید دقت کردید کلمه بعدی داری یعنی حرف بعدی داری آر اوکی رادیو بازت میتونید رایس برنج میتونید بگید دیگه ران هشت میذاشتیم میگفتیم دویدن دقت کردیم یا رادیو راوند میتونید بگید رود جاده بله جاده حرف دیگر ما داریم اف ما میتونیم بگیم فن
یا بگیم flat. Flat. میتونیم بگیم flat. حرف دیگه ما V داریم که صدای V میده. Okay. Vest. یا میتونیم villa. Villa. Very. چه حرف اول باشه؟ وسط conversation. آخرین حرف داری W. 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 بچه‌هاشون میگیم woman. Window. Windy. دقت کردید؟ هر مات دیگه هم میتونید بگید what. بله. When. What. When. White. With. زیاد مثال زدم به خاطر اینکه شما بتونید تلفظای این درس، چون یکی ویل بوده یکی و دابلیو بوده، من اومدم تا سر درس هفت تمام تمرین رو از کتاب کار حل کردم و بقیه میمونه برای جلسه بعدی. البته شما میدونید برای درس هفت بچه ها جون قبلن هم گفتم متافشرده گفته بودم شما بهتر میخونید، بیشتر میخونید، فرض کنید مدرسه میرید، صبح زود پاشید، دقت کردید، بعد شما تمرین درس هفت رو حل میکنید، من جلسه بعد میام حل میکنم، شما حل شما رو با حل من قیاس میکنید، جای مثل نباشه به من میگید، زنگ میزنید که معمولا اینجوری نیست. امیدوارم موفق باشید، تلاش شما رو بیشتر بکنید. خدا نگهدارتون.